قلبا شهبانو دوست دارم، ولی ما اینجا داریم کار آکادمیک و پژوهشی میکنیم. فکر میکنم البته شهبانو پس از فوتوشا تا اونجایی که من تحقیقاتی که داشتم خیلی زندگی سالمی داشتن، ولی من چیزهای زیادی رو تا الان خوندم در ارتباط با روابط شهبانو فرح در اون زمان با آقای فریدون جوادی و کریم پاشا بهادری. آیا شما در این اصل شما در کتابتون اشاره میکنید که خودتون حتی مسئله با آقای جوادی رو متوجه شدید و حتی یک سرباز این صحنه رو دیده بوده و چه داستانایی بوده که برای اون سرباز یه دونه خونه حتی میخرن شهبانو، تا اونجایی که من مطالعه کردم. یک به صورت 10 دقیقه 7-8 دقیقه روابط بانوش شهبانو فرح و با آقای فریدون جوادی و کریم پاشا بهادری برامون بگید و این دوتا اصلا کی بودن و چرا شهبانو، چون مثلا آقای فریدون جوادی سنش بالاتر از شهبانو بود، خودش همسن و سال پادشاه فقید بود در اون زمان، و اصلا چرا حالا باز کریم پاشا بهادری خوشتیپ بود، یک مقدار جوانتر بود اینا، اصلا چرا شهبانو یه همچین کاری کرد و آیا این روابط تا کجا پیش رفت، این روابطش تا چقدر عمیق بود؟ اینو برامون یه 7-8 دقیقه صحبت کنید که بعد وارد شورش 57 بشیم. بفرمایید. ببینید راجع به کریم پاشا بهادری من هیچ وقت هیچ چیزی ندیدم حقیقتش، و ایشون رئیس دفتر بعد از آقای وقتی که ایشون فرح خانم میشه همسر شاه، آقایی رو میکنن رئیس دفتر ایشون به نام آقای نبیل که از اعضای وزارت خارجه بود که منم با ایشون آشنا بودم و دوست بودیم و این. بعد از اون آقای کریم پاشا بهادری میشه رئیس دفتر ایشون. ما فقط آقای کریم پاشا بهادری رو به عنوان رئیس دفتر ایشون میشناختم. من هیچ وقت اصلا فکر نمیدونستم که اینها قبلا هم نامزد بودن فلان بودن، اینا رو بعدها فهمیدم بعد از انقلاب. قبلش یعنی اصلا من خبر نداشتم، تا به شما راست بگم تا 2-3 سال پیش اصلا چنین چیزی رو نمیدونستم، و ایشون هم خیلی به من اصرار میکرد که بیا در دفتر شهبانو با ما کار کن، که پدر بزرگ من صحبتایی کرد که حالا به احترام آقای بهادری اینجا صحبتایشون رو تکرار نمیکنم. ولی آقای جوادی اولا ایشون همسن فرح بود، ایشون خیلی بزرگتر از فرح نیست، من فکر میکنم اون اشتباهه اگه فکر کنید ایشون 20 سال بزرگتر. ایشون از همکلاسی های فرح خانوم بود، خانومی هم داشت به نام لیزا که ایشون هم مسیحی بود، و من خاطرم هست که ایشون وقتی که اینها برگشتن از پاریس، اینا بعد از فرح خانوم برگشتن، من خودم خانوم دیبا زنگ زد اینها رو بردم دربار، و رفتار و روابط و اینها خیلی عادی بود مثل بقیه دوستان، فرقی با هم نداشت. بعد 4 سال قبل از انقلاب من شروع کردم به شنیدن صحبت‌های زیادی که این اوضاع مثل این که خرابه، ولی هنوز به عقل خودم من نمی‌سم قبول بکنم چیزی که مثلا خارج از عرف باشه و خارج از حقیقت، یعنی اون چه که ما بهش احترام میذاریم. میانه سوالتتون، من عکس آقای جوادی رو هم گذاشتم یاران ببینن، عکسی که الان دارن عزیزان میبینن آقای جوادیه و این یکی عکس هم آقای کریم پاشا بهادریه. ببخشید بفرمایید. بعد ما رفتیم به کیش، در یکی از سفرهایی که به کیش رفته بودیم تیمسار بیگلری رئیس ستاد گارد شاهنشاهی بود اون موقع، ایشون بود و ایشون دوتا سرهنگ گذاشته بود که اینا شب و روز فرح خانوم رو میپاییدن، اصلا نمیذاشتن این آقای جوادی و فرح خانوم یک نفس راحت بکشن. و بعد منم خبر نداشتم، من اصلا فکر نمیکردم به چیز غلطی باشه، و منم دائم با فرح خانوم بودم و خیلی هم نزدیک بودم، شاید یکی از نزدیکترین افراد به خود ایشون و خود شاه، و بعضی وقتا هم وقتی میخواستن به هم پیغام بدن، مثلا میخواستن یکی رو چیز بکنه، از من میخواستن برام پیغام بدن، به خصوص از طرف فرح خانوم به شاه. بعد البته چیزایی نه مهم، چیزایی حالا درصد ایشون منو خیلی تحمل میکرد، در نتیجه اگر کسی صحبتی میخواست بکنه سعی میکردن منو بندازن جلو. بعد آقای تیمسار بیگلری برگشت به من گفت که شما و آقای جوادی پای ثابت اولیا حضرت هستید. حالا منم فکر نمیکردم این حرف بدی و اینا، فرداش این حرف رو به فرح خانوم زدم و دیگه چیزی نبود، و بعد برگشته در هواپیما بودیم که از کیش داشتیم برمیگشتیم، فرح خانم به من گفت برو پای چیز میکروفون هواپیما و ریاست گارد شاهنشاهی رو به تیمسار بدرایی تبریک بگو. یعنی بعد از اون ما دیگه تیمسار بیگلری رو ندیدیم. بعدن من متوجهش، حالا بذارید جلوتر نرم،
بعد دیگه ما اومدیم ایران و یه روزی رفتیم خونه آقای هویدا، اون وقت نخست وزیر بود، مهمان بودیم. بعد از اون گفتم بریم کاخ والا حضرت شهناز، و ما رفتیم در کاخ شهناز. اونجا من دیدم که فرح و جوادی طوری که با هم هستن، با هم وایستادن دست تو دست هم و اینا، این والا برای من قابل هضم نیست و این اصلا درست نیست و این خیلی قابل اصلا خیلی ناراحت شد. اون شب تا صبح نخوابیدم، فرداش پاشدم زنگ زدم رفتم پیش خانم دیبا، ما به ایشون میگفتیم خاله تاجی، خانم فریده دیبا، گفتم خاله این اوضاع خیلی خرابه، شما باید هر چه زودتر جلوی این مسئله رو بگیرید. بعد همون موقع به خاطرم هست که آقای یحیی دیبا و آقای کامران دیبا، که آقای کامران دیبا هنوز زنده است، اینها خودشون رفتن با فرح خانم صحبت کردن، گفتن آقا این اوضاع بده، این درست نیست، همه هم دارن گاردها و دربار هم دارن راجع به این صحبت میکنن، این خیلی بده. بعد من آمدم دوباره رفتیم کیش و فرح خانم منو دید، گفت حالا جاسوسی مامانو میکنی، حالا برای من چیز درست میکنی. از اونجا دیگه رابطه منو فرح خانم یه ذره کم رنگ تر شد. حالا نبر، بعد سعی کردن منو دعوت نکنن که شاه میگفت احمد کجاست، که بعد دیگه نمیسن بگن احمدو دعوت نکردیم چرا اومده جلو این مسئله وایساده. بعد این بعدها من شنیدم که دلیل این که جناب بیگلری اونطور گذاشته بود دو تا سرهنگ رو که اینا رو در هر دقیقه بپان، در اینکه زمانی که اینها در خجیر بودن، یکی از افسران، نه یکی از درجه داران گارد شاهنشاهی، فرح و جوادی رو در حالت نامناسبی میبینه و میره اونجا و اسلحه‌اش رو میزنه زمین و میگه من فکر میکردم دارم از حضرت فاطمه نگهبانی میکنن و این چه وضعی و اینا، که اینها به قول معروف برای اون گارد، بر نه فرح، گارد شاهنشاهی ازش میخوان که این استعفا بده بره و براش مغازه میخرن و خلاصه یه جوری سرتای هم مسئله رو هم میارن و این رو چند تا از تیمسارهای مهم گارد شاهنشاهی خودشون برای من تعریف کردن، یعنی نیست مسئله ای نیست که دروغ باشه. بعد آقای جوادی رو قربان یک میفرستن به یکی دو صاحب، منم مثلا میرفتم، حالا شما با باهایا بدید، ولی دوست یکی از دوستان نزدیک من در دربار شاهنشاهی تیمسار ایادی بود که اگه خواستید راجع به من یه نکته بگم، من با باهایا بد نیستم، دوستای صمیمی باهایی هم دارم اتفاقا، با جریان باهایت، چون یک جریان جاسوسی میدونمش و یک جریان خطرناک و مخرب میدونم، ولی ببخشید بفرمایید. نه من با خلاصه تیمسار ایادی هم خوب از آدمای با نفوذ دربار بود، یعنی یکی از نزدیکترین افراد بشه. خلاصه رفتیم و صحبت و اینا، قرار شد آقای جوادی رو تیمسار ایدی به من گفت، گفت خیالت حالا راحت باشه، این رو دارن یه ماموریت میدن میفرستن به. ولی ایشون قبل از انقلاب برگشت و ایشون یکی از عوامل، حالا وقتی وارد مسائل انقلابی میشیم اینجاست که من خیلی بهش اهمیت میدم، و این آقا نقش به خاطر رابطه ای که با فرح خانم داشت، فکر فرح خانم و با آقای رضا قطبی اینها در کاملا در بست گرفت و فرح خانم هم بعد از اینکه شاه روحیه خودش رو باخت، در حالا اون بعد در سوال بعدی براتون جواب میدم، اینها شدن تصمیم گیرند، یعنی اون 6 ماه آخر سلطنت شاه، شاه حکومت نمی کرد، دشمنان شاه حکومت می کردن، یعنی هر تصمیمی بر ضرر شاه گرفته شد برای سقوط او، نه برای آوردن جمهوری اسلامی، برای اینکه خودشون بیان رو کار، که حالا تو سوال بعدی براتون. خب این بخش رو میخوام ببندم، بعد بریم تو همون بخش. پس رابطه شهربانو با آقای فریدون جوادی رو شما تایید میکنید؟ نه حالا ادامه داره، یه ذره دیگه بگم که دیگه اینو ببندیم بذاریم کنار. بعد این آقا به قول معروف اینها در همون نقش رو بازی میکنه، بعد اینها تمام هدفشون این بود که در شاه بره و اینا بمونن، اینا میخواستن که شاه بره و اینها بمونن. بعد اینا چون در ایران گیر میکنن، من اتفاقا مراکش بودم که بین شاه و فرح دعوا شد، که شاه میگفت که آقا شما 3.5 میلیون دلار دادید به حسین امیر صادقی که آقای جوادی و آقای قطبی رو از ایران در بیارن و این هزینه خیلی بالاییه و نباید این کارو میکرد. و بعد در صد این آقا میاد و بعد هر چون اینا میدونستن که من سایه جوادی رو با تیر میزنم، ببخشید، هر روزی که من میامدم پیش شاه، همون با هواپیمای قبلی آقای جوادی رفته بود، هر دقیقه که من قربان وارد وقتی خارج میشدم ایشون میامد. و در یکی از این زمانهایی که من از طرف شاه پیش ملک حسین رفته بودم در مکزیک، این رابطه بین آقای جوادی و فرح خانم رو به شاه نشون میدن
و به شاه میگن که بعد از اون به نظر من شاه یه دفعه دیگه خیلی مریض شد و افتاد و این آقا دیگه با فرخانوم بود تا زمانی که شاه فوت کرد. این چیزه و هیچ چیز ولی اون چه که برای ما مهمه نفوذی است که اینها روی فکر فرخانوم کرد و اینا چپی بودن و در ضمن بی خدا، یعنی هم یعنی نه این کافر کافر، من بین خودم و جوادی دعوا میشد سر وجود خدا، وجود خدا، و خود فرخانوم طرف منو میگرفت، یعنی اصلا به هیچ چیز. و بعد اون 4 ماه آخر انقلاب من میدیدم که این پشت شاه میشینه شاه رو مسخره میکنه، پدر سگ ببخشید حالا دیگه در این نه نه آخر دیگه حدی داره هر چیزی. شما هنوز هم خیلی تعصب به پادشاه فقید دارید درسته؟ نه خلاصه ایشون ببینید ایشون اشتباه کرده دیگه، ما نمیتونیم بگیم که اشتباه نکرده، ولی خب من ایشون رو دوست داشتم و دوست دارم. میگم یعنی خیلی چی میگن خیلی راست و حسینی، ولی خب ایشون اشتباه کرد که اگه دوست داشتید راجع بهش میشین. پس شما رابطه شهبانو با فریدون جوادی رو تایید میکنید؟ بله 100%. ولی با کریم پاشا بهادری خبر ندارید یا تایید نمیکنید؟ اصلا خبر ندارم، اصلا نمیدونستم من 2 سال پیش و بعدم نرفتم دیگه، بگید چون از بس راجع به نامزدی ایشون با فرح قبل از دیدار با شاه، ولی من چیزی هم ندیدم. آخه آدم باید یه چیز، این چیزایی که من راجع به آقای جوادی میگم اینا رو دیدم، اون رو چیزی ندیدم. یک مسئله ای، چون به هر حال شما روابط نزدیکی دارید، حالا بلدی که جادو هم شدید، ولی اسناد نشون میده شهبانو پس از فوت شاه خیلی زندگی سالمی دارن، اینو شما تایید میکنید یا نه؟ خب بستگی به این داره که زندگی سالم رو چی تعریف کنیم. در مورد مسئله اخلاقی، در حوزه اخلاقی مشخصا. ببینید من حالا برای اینکه ببینید بریم سر یه قسمت خیلی مهمی، من اون چه که من وقتی میام راجع به آقای جوادی صحبت میکنم مسئله سالم بودن و ناسالم بودن اون نیست، مسئله نفوذی است که اینها روی این خانوم کردن و این خانوم اون نفوذ رو به حالا همینجوری که در سوال بعدی صحبت میکنیم انتقال داد، تحمیل کرد به شاه و حکومت شاهنشاهی رو ساقط کردن. اینه که من با دارم راجع، حالا بعدش چه کار کردن نکردن بخصوص بعد از فوت شاه دیگه به ما مربوط نیست. حالا هر کی میخواد هر کاری میخواد بکنه اون به من مربوط نیست، ولی اینی که بیان مملکت من رو نابود بکنن به من مربوط. ولی اون زمان که آقای جوادی رابطه خصوصیشون با شهبانو شما میفهمید هنوز مملکت که از بین نرفته بود، ولی شما میرید به خالتون میگید، به مادر یعنی شهبانو. من با خانم، من از روز اولی که این کار کمونیستای درباری، انقلابیون درباری رو دیدم باشون مخالفت کردم، از 8 سال 9 سال قبل از انقلاب، از 4 سال قبل از اینی هم که انقلاب بشه با رابطه فرخانوم با چی میگن جوادی مخالفت کردم و جلوش وایستادم و بعدم با کارهایی که اینها کردن مخالفت کردم و جلوش وایستادم و بعدم البته اون چی که باعث شد که رابطه من و فرخانوم به هم، حالا میخوام اینو بگم، من با تمام اینا رو که مخالفت کردم باز وقتی فرخانوم وصیت نامش رو مینویسه در مراکش می نویسه اونجا، اینو بعد از اینکه من با رضا نزدیک شدم دیدم، در اونجا نوشت فرخانوم می نویسه که اگه من مردم و اتفاقی برای من افتاد تمام ثروت من رو بدید به احمد که هر جوری میخواد تقسیم کنه، هر جوری میخواد خرج کنه، یعنی اینقدر باز اطمینان داره. ولی اون چه که باعث میشه که من و فرخانوم رابطمون به هم بخوره مسئله، حالا بذارید اونم براتون تند بگم چون بعد بریم سراغ بعدی، این مسئله بود که وقتی که آقای رضا پهلوی به من گفت که شما بیا و خلاصه ما رو نجات بده، ما آمدیم به قاهره، من به ایشون گفتم ما با این کمونیستایی که اینجا هستن که ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما باید از اینجا بریم، شما باید خودتو جدا بکنی از مادرت. و ایشون زنگ زد به عموجان همین سلطان حسن دوم و ایشون گفت شما بیایید. ما بعد من رفتم به پاریس که با آقای ماینیان اینا هم صحبت کنم که ما همگی جمع بشیم بریم به مراکش. همون موقع آقای احمد اویسی از قاهره به من زنگ زد که اولیا حضرت کارو خراب کرده، باید بیای درست کنی. ایشون به رضا گفته که اگه شما از مراکش از قاهره برید انور سادات ناراحت میشه. ما دوباره قربان سوار هواپیما شدیم، از پاریس آمدیم به مصر و به ایشون گفتم قضیه چیه؟ گفت مادرم میگه اگه شما از اینجا برید انور سادات ناراحت میشه. گفتم کاری نداره، امروز بعد از ظهر وقت بگیر برو از خود انور سادات سوال کن.
و بعد ایشون برگشت گفت انور سادات گفته اگه تو نری من ناراحت میشم، نه اینکه اگه تو بمونی. در نتیجه ما همون شب ساعت 3 بعد از نصف شب، حالا خدا بیامرزه این بالا حضرت علی رضا با ما بود، آمد فرودگاه و ما، من و رضا، قاهره رو ترک کردیم. صبح که فرح خانم اینا بیدار شدن دیدن جا تره بچه نیست، این قصد. و بعد از اون دیگه فحش خواهر و مادر رو هرچی که شما بگید بین من و ایشون دیگه شروع شد. این اصل قضیه دعوای من و فرح خانم بردن رضا از قاهره به صفحه 170 الا 183 کتابتون این مسئله رو قشنگ توضیح دادید. جناب انصاری، پس ما وارد، پس شاه شما تو مکزیک فهمیدن رابطه فرح با فریدون جوادی. خب حالا اینا مگه دیگه میخواید براتون شرح بدم واقعا کامل؟ نه این قسمت دیگه نیازی نیست شرح بدید، چون بخشای مهمتری مونده. فقط یک خیلی کوتاه درد 30 ثانیه. مادر پادشاه فقید تاج الملوک مخالف بودن با خاندان دیبا، درسته؟ با فرح و اطرافیانش. من چیزی ندیدم. چون ما هر دفعه که ببینید، ما خلاصه از خانواده، من براتون عرض کردم که ما خانواده خود ما که همون آی دریابگی و یا پدرم و اینا مورد احترام بودن و در نتیجه از هر وقت که ما حضور داشتیم نهایت محبت و نهایت چی میگن احترام رو انجام میدادن. و یه چیزی که من هیچ وقت یادم نمیره، من با این علی اسلامی یا علی پاتریک یا علی پهلوی، یعنی پسرموی آقای رضا پهلوی، خیلی نزدیک بودم اون موقع، ایشون یه سال از من بزرگتره. بعضی وقتا که پیش ملک مادر میرفتیم با همین تاج الملوک، ایشون رو میگرفت و همینجوری اشک میریخت. این رو یادم نمیره، یعنی اون چی که من میدیدم از ایشون فرق داشت با چیزایی که دیگران میدیدم. بعد به خانواده ما هم خب خیلی احترام میکردن و اون خانواده ای که شما صحبت میکنید خانواده دیبا نیست. حالا نمیخوام خانواده دیبا رو کوچیک بکنم، ولی اون خانواده دیبا نیست و اینها خیلی به ما احترام میذاشتن. نه من متوجهم این که میگم شما، ولی به هر حال شما از طریق شهبانو وارد دفتر، یعنی وارد دم و تشکیلات پادشاه. بعد یه چیز دیگه هم شما میگید، من با دفتر شهبانو کاری نداشتم. من تنها کاری که داشتم، اتفاقا شما مخالف بودید با دفتر شهبانو. اتفاقا اتفاقا شما تو چیزایی که من مطالعه کردم خیلی شدید با دفتر شهبانو مخالف بودید و دوست تفریح شهبانو بودید، یعنی تو تفریحاتی که میرفتن شهرستان شمال مثلا که شهبانو میرفتن شما بیشتر باشون بودید. یا که هر وقت که خودشون کارهای خصوصی داشتن، متوجه هستید؟ حالا مثلا من خیلی ها رو، مثلا شما که میگید، من خیلی ها اینایی که من میگم خیلی خب همه عریضه و هر کی کاری داشت میامد پیش من دیگه، ببخشید، چون بقیه هم نمیکردن، من میکردم اینی که شما میگید. بعد یکی از دوستانی که حالا برای من خیلی جالبه و من و فرح خانم خیلی زحمت کشیدیم و نتونستیم درست کنیم، این آقای موحد بود که کشتی میگرفت، عبدالله موحد. ایشون شاگرد بود، شاگرد فوق لیسانس این مدرسه عالی شمران بود که منم اونجا معاون بودم و ایشون رو ممنوع الخروج کرده بودن. بعد من و من میخواستم این ممنوع الخروجی ایشون رو بردارم و من و فرح خانم خیلی زحمت کشیدیم، موفق نشدیم. اینام هست ولی خیلی کار خیر، یعنی من هر بار کار خیری رو بردم پیش فرح خانم که انجام بدیم، ایشون نهایت سعیشو کرد که بکنه. اینا این قسمتش هم باید متوجه است. ولی اینها در مقابل اینکه مملکت رو به باد دادن چیزی نیست. خب پس وارد بحث اصلیمون بشیم. حالا از شخصیت شهبانو اینا تا همین حد بدونیم بهتره. من میدونم شما خیلی در این حوزه صحبت‌های بیشتری دارید، ولی اجازه بدید در حال یه تعصباتی بالاخره ما داریم و هر زن ایرانی به ویژه من خودم، چون قبلا عاشقانه شهبانو رو دوست داشتم و هنوز قلبا دوستشون دارم، ولی به هر حال مسئله سیاسی به قول شما مسئله کشوری و مسئله تاریخ خیلی متفاوته با علایق شخصی ما. در ارتباط با این که میگن دفتر شهبانو انقلاب 57 رو رقم زد، شما تا چقدر میدونید با وجود این که میگم به هر حال شما نزدیک شهبانو بودید، مخالف دفتری ایشون بودید، بعد ما متوجه میشیم از آقای مطهری تا حداد عادل، حالا باز اینا خوبشن تو دفتر شهبانو، ولی وقتی که با چهره هایی چون احسان نراقی توده‌ای یا آقای حسین نصر که قشنگ ایشون مأمور CIA هست، یا چهره‌ای به مانند داریوش شایگان مواجه میشیم، میگیم صد رحمت به حداد عادل و مطهری، چون اینا خیلی علاوه افکاری خطرناکتر بودن نسبت به اونا. و شما مخالف این انقلاب 57 چرا شهبانو
توی دفترشون، چقدر خود شهبانو میدونست فریبش دادن ندادن، هر آنچه که میدونید رو شما، من تیریبون دیگه میدم، شما همه چیز رو برای ما بگید دیگه، بفرمایید. ببینید شما باید جدا کنید دفتر رو از ایشون. من وقتی برگشتم ایران در سال 1972 میلادی، درسته، اونجا من متوجه شدم که ایشون یه گروهی دور خودش جمع کرده که اکثرشون کمونیستن، حالا نه همشون ولی اکثرشون، و اینها هدفشون، این ربطی به دفتر نداره، شما باید جدا کنید این دوتا رو. حالا بعضی جاها اینا با هم یکی میشه، یعنی با هم خلاصه رئیسشون یکیه، متوجه هستید، ولی اینها از هم جدا. در نتیجه اون گروه رئیسش آقای رضای قطبی بود که وقتی من جلوشون وای میستادم میگفتم این کارا بده، شما دارید به شاه فحش میدید، شما دارید مظرت میخوام خسرو گل سرخی رو میبرید ازش، مظرت میخوام قهرمان میسازید، صد تا کار دیگه که اینها میکردن که من تو همون نقش فرح و یاران در انقلاب ایران نوشتم، یا میاد مظرت میخوام از همین آقای رضای پهلوی یه ویدیو درست میکنید که شمش ایشون یا در کیشه یا در نوشره یا در هواپیماست یا در قایق، نمیدونم کاملا چی میگن، اشرافی، اینا یعنی بده، اینا داره به ایران ضرر میزنه. یا میگم اخبار رو که ما میخواستیم گوش بکنیم ساعت 2 که شروع میشد، اول اعلی حضرت همایونی، بعد اولیا حضرت، بعد والا حضرت ها، دونه دونه دونه، دیگه آخر میرسید به سرکار علی خانم فریده دیبا 45 دقیقه بعد، یعنی حال همه رو به هم میزد و اینها به قصد میکردن. بعد جلوی اینها یا میخواستن همین رضا رو ببرن تو مظرت میخوام تلویزیون آواز بخونه، که من کلی با اینا دعوا کردم، گفتم شایی که بره تو تلویزیون آواز بخونه دیگه فردا کسی فاتحه براش نمیخونه، که انقدر فشار آوردم، یا همون جشن هنر شیراز و کارهای عجیب غریبی که کردن، حالا من اونا رو یه ذره بوتان. بعد این گروه وجود داشت و ما هم جلوش وایستاده بودیم تا میرسیم که، و یکی از اعضای این گروه آقای فریدون جوادی بود. وقتی که آقای فریدون جوادی، چند تا اتفاق مهم میفته، وقتی آقای فریدون جوادی این رابطه رو شروع میکنه، بعد کم کم هم حالا این قبلش البته، بعدم بعد از فوت آقای علم، اینها دیگه نفوذ عجیبی روی شاه پیدا میکنن. حالا من اینها اولین کاری که کردن برای ایجاد در انقلاب در ایران، ایجاد حزب رستاخیز بود. خیلی ها ممکنه ندونن که این حزب رستاخیز رو آقای غلامرضا افخمی که از اعضای این گروه بود معرفی کرد و فرح خانوم هم به شاه تحمیل کرد، و این برای این بود که اینها، و اینها هدفشون این بود که گروه خودشون بیان قدرت رو از دست گروهی که در دست شاه هست بگیرن. از هدف اول این بود که خودشون بیان صاحب قدرت در حکومت شاهنشاهی بشن. بعد حزب رستاخیز رو که میندازن، خب آقای هویدا که میفته، اولین کاری که میکنه میخواد دوباره برگرده که شلوغی ها رو یه مقدار ایشون شروع میکنه. بعدم شاه مریض میشه، من میخوام همه چیز رو حالا بگم، بعد شاه که مریض میشه، ایشون عقیده نداشت که فرزندش و خانومش بتونن این حکومتی رو به صورتی که ایشون داره اداره میکنه اداره کنه. ایشون تصمیم میگیره که یه مقدار آزادی بده که حکومت یه سیستمی پیدا بکنه، و بعد شلوغ میشه. شهر که شلوغ میشه، حالا این اونجوری هم شلوغ نشده، شاه رو متقاعد میکنن که اگر شما بعد از 37 سال اقتناق اگر آزادی بدید، الان این چیزا عادیه و اینها رد میشه. این وسط آقای علم فوت میکنه. با فوت آقای علم، فرح خانم دیگه کاملا سوار شاه میشه، فقط یه نفر مونده بود و اون هم تیمسار ایادی بود که اون رو هم پاکسازی میکنن. حالا تمام این مدت من بیشتر، یعنی دائما با شاه بودم، این دو سال، یعنی یک سال قبل از انقلاب و یک سال بعد از انقلاب من تقریبا دائما با شاه بودم، قبلش به این حد با شاه نبودم. بعد ببخشید، من فقط یک موضوع، گفتید 37 سال اختناق، ولی آنچنان اختناقی هم اونجوری که دشمنای شاه بودن، فرخونم اینا دارن میزنن، تلقین کردن به شاه که اختناق تو داشتی، در حالی که این حرفیست که حالا بعد یه چیز دیگر هم بذارید براتون باز کنم. من اون موقع هم که با این گروه صحبت میکردم، اینا اصلا خیلی محکم اطرافیان شاه رو میگفتن اینا ظالمن، اینا دزدن، اینا خائنن، اینا اصلا یعنی باز بود، نه اینکه بخوان مثلا تا من حالا اسم نمیبرم آبروی کسی بره، اینا اصلا تا اسم یکی رو میبردن، فراخونو من این که دزده، این که مظرت میخوام خائنه، این که فلانه، به طور شدید، یعنی اینها با اطرافیان شاه دشمن بودن، اینو میخوام شما بدون.
و میخواستن که خودشون رو جایگزین اینها بکنن. و بعد من اون تابستون با شاه بودم تو نوشهر، شاه اصلا فهمید که هنوز همه چیز خوب است و حالا حکومت نظامی در اصفهان هم اعلان کردن و تیمسار نشاط هم با ما بود و نشأت و تیمسار نشأت هم با ما بود و در هر صورت ما میایم به تهران، ما میایم به تهران و عید فطر میشه. بعد از حالا در قبل از عید فطر فراخانوم تیمسار ایادیر هم پاکسازی میکنه و شاه تنهایی تنهاست، اینو شما داشته باش. در عید فطر شاه یه دفعه متوجه میشه که ده ها هزار نفر تو خیابون یا بهش این رو نشون میدن که دارن مرگ بر شاه میگه. وقتی که اینو میبینه، این شاهی که من دیروز قبل از عید فطر و روز بعد از عید فطر دیگه این دو نفر یکی نبودن، یعنی شاه روحیش رو متاسفانه بد جوری باخت. و بعد هر تصمیمی هم که از اون به بعد میخواست بگیره فراخانوم خونسا میکرد. حالا من دونه دونه براتون شرح میدم. تیمسار اویسی که در اون زمان رئیس حکومت نظامی بود، ایشون و تمام ستاد ارتش اینها تمام تلفونا رو قطع میکنن، به شاه زنگ میزنن و میگن که قربان این افرادی که این کارا رو میکنن، شلوغ میکنن، پول میاد تقسیم میکنن، اینا هزار نفرن، ما اینا رو بگیریم، خونی هم از دماغ کسی ریخته نشه، اینها رو ببریم به قشم و تا مسائل بخوابه. شاه موافقت میکنه. یک روز بعد فراخانوم زنگ میزنه و میگه هیچ وقت از این کارا نکنید. اینو هم تیمسار امجدی و هم تیمسار اویسی برای من تعریف کرد. بعد قرار میشه که دولت نظامی تشکیل بشه. شاه به آقای محمود الیاسی که اون زمان نزدیک ایشون بوده و کارهای خصوصی ایشون رو انجام میداده میگه پسر برو بگو به اویسی بیاد که نخست وزیری رو تحویل بگیره، که فراخانوم متوجه میشه و این رو جلوشو میگیره. و در کتاب خودشون هم نوشتن که من با آمدن اویسی مخالف بودم. درسته اگه تیمسار اویسی آمده بود با اون آقایی که آمد، آقای عزاری، اصلا زمین تا آسمون مسائل فرق میکرد. بعد فردای اون روز اون نطق کذایی من صدای انقلاب شما رو شنیدم رو برمیدارن میارن به شاه میدن و این نطق رو آقای رضا قطبی نوشته و آقای سید حسین نصر. و به فشار فراخانوم، من اینجا میخوام یه چیزی هم از آقای اصلان اشراف، اصلان افشار بکنم، چون ایشون همه جا که مسئله فراخانوم هست فاکتور میگیره، در صورتی که باید شما حقیقت رو بگید دیگه. تا چند سال مگه زنده اید؟ معذرت میخوام یه ذره راست بگید. ببخشید حالا من دیگه روم به آقای اصلان افشار، که ایشون هم اونجا بوده و در صورت فراخانوم هم اونجا بوده و شاه رو مجبور به خوندن اون نطق میکنن که ما ظالم بودیم، فاسد بودیم، ما رو ببخشید، من خودم در صدای انقلاب شما رو شنیدم و اینا. و بارها بعدها در تبعید یا در خارج که بودیم که من هم حضور داشتم، شاه با فرح دعوا میکرد و میگفت که این بزرگترین اشتباه تاریخ سیاسی من بود، چرا این کارو با من کردید، یعنی آه میکشید، من این رو شوخی نمیکنم. بعد فراخانوم اینا این همین گروه میان و تمام دوستان شاه رو مثل آقای حبیبی ببخشید این خاطره رو که داشتید میگفتید، همون موقع هم که فرح در قاهره به شاه مثلا صحبت میکردن، شاه انقدر از دست فرح و آقای رضا قطبی ناراحت بودن که شما تو کتابتون هم اشاره میکنین، من از دو سه جا دیگه هم از کانال های دیگه ای که نزدیک شاهن شنیدم که وقتی که شهبانو در مورد رضا قطبی با شاه صحبت میکنه، پادشاه حتی از الفاظ خیلی بد استفاده میکنه. نه من خودم اونجا بودم، خودم ببینید اونجا بودم، حالا من دیگه الفاظش هم میگم دیگه بایجاز. این من نشسته بودم، شاه نشسته بود، فراخانوم وارد شد، حالا نمیم از عقبه بود از کجا بود، ایشون وارد شد و بعد چون اونجا کسی نبود، من بودم، شاه بود، فراخانوم بعضی وقتا بود بعضی وقتا هم نبود و خانوم پیرنیا، دوستا پیرنیا. بعد چیز وارد شد، گفت که رضا سلام رسوند، یعنی منظورش رضا قطبیه، شاه سرشو انداخته بود پایین هیچی نمید. باز دوباره گفت رضا سلام، سه بار چهار بار، خلاصه شاه سرشو بلند کرد و گفت گه خورد. بعد به محض اینکه شاه مرد همه اینا آمدن شدن همه کاره در قاهره، حالا اینا داشته، برای همینه که من رفتم دیگه. بعد حالا میخوام بگم بعد اینها همه رو قربان کردن زندان، تمام دشمنان شاه کمونیستا رو آزاد کردن، دوستان شاه رو کردن در زندان. از دید خودشون اونها دوستان خودشون رو آزاد کرده بودن، دشمنان خودشون رو گرفته بودن. من میخوام بگم که اینه که مهمه، یعنی در اون 6 ماه آخر شاه حکومت نمیکرد، فراخانوم حکومت میکرد، یعنی در حقیقت آقای جوادی و آقای قطبی حکومت میکرد و همین آقای احسان نراقی و همین چپی ها و این. بعد از اون شاه میرن و این آقای صدیقی رو میارن برای
نخست وزیری و شاه و فره هر دو قبول میکنن. یکی از چیزایی که در تاریخ روشن نبوده و به شکر خدا حالا امشب روزم باز روشن بشه، هر دو قبول میکنن که آقای صدیقی بشه نخست وزیر. ایشون میره کابینه‌شو تشکیل بده، شاه هم دستور میده که هواپیما 330 آماده بشه که وسایل ببرن و ایشون بره در کیش بمونه، ایران رو ترک نکنه. که وقتی فراخانم متوجه میشه اون رو به هم میزنه و آقای بختیار رو میاره، که آقای بختیار پسر خاله آقای رضای قطبی بوده و آقای بختیار نگرانی نداشته. حالا اینه، من با اطرافیان آقای بختیارم که صحبت کردم، این نبوده که آقای بختیار بگه که شاه باید بره، ولی میگفت اگه ایشون هم بخواد بره میخواد بمونه، هرچی دلش میخواد. و بعد خود فرخانوم میخواست بمونه که شاه نمیذاره و اینها میرن به مصر و از اونجا میرن به مراکش. حالا اینم خیلی مهمه، میرن به مراکش و هنوز حکومت شاهنشاهی سقوط نکرده. بعد شاه که با ملک حسن یه روزی میاد، میاد به آقای الیاسی میگه که پسر چرا کسی میگه پسر بهش، پسر چرا کسی با من تماس نمیگیره از ایران؟ آقای الیاسی میره از کارمندای تلفن خونه سوال میکنه، میگه چطور با اعلیحضرت کسی تماسی نمیگیره؟ میگن که تماس میگیرن ولی اعلیحضرت دستور دادن که چیزی به شاه بس نشه. که بعد آقای الیاسی شاه رو میاره و خود این تلفنچی ها به ایشون میگن، یعنی رابطه شاه رو با ارتش رو هم فراخانوم قطع کرده بود. و بعد از اون سعی در اونجوری که آیه الیاسی من گفتن، آیه الیاسی رو بعدش مسموم میکنن و فقط خود شاه بوده که جلوی فوت آیه الیاسی رو میگیره. و اینها نقش اساسی، یعنی اینها هدفشون، اینها فکرشون این بود که فراخانوم محبوب شاه منفوره و اگر شاه بره اینا میتونن بمونن و حکومت کنن. که آقای خمینی آمد، حالا دیگه راست و حسینی ترتیب همه شنو داد، ما هم روش البته.